چشمای شاه بیدار. ترسی نداره این ظلمت شبونه، اینو همه میدونن شاه اگه مهربونه. خشمش برای دشمن یه خشم بیامونه. عزیزان من، هفته گذشته که در رابطه با رضا شاه مطلب کوتاهی براتون پخش کردیم، میدونید که رضا شاه از عشقای من بوده. من همواره از تا این 40 سال چه در رادیو چه در تلویزیون بسیار در مورد رضا شاه صحبت کردم و خیلی خوشحالم که الان رضا شاه روحت شاد رو دوباره باید زنده کنین، چون اون سردار گرفت اینم ساکت شد. گفتم بهتون نباید ساکت بشه، رضا شاه روحت شاد یه سمبوله. حالا بهتون گفتیم دیگه، فهمیدین که انگلیس یعنی چه و چه کرده اینا. رضا شاه اولش که میخواد قدرت به دست بگیره، مثل هر جای دیگه تا الان میخواد قدرت به دست بگیری، یه ذره که تو جمهوری اسلامی میگه مرگ مرگ مر جمهوری اسلامی مرگ، تو نمیتونی وکیل بشی، سفیر بشی، فلان بشی، بعد بزنی اینا رو، نمیتونی فرمانده نظامی بشی، کاری بکنی، بعد بزنی اینا رو. میخوای نفوذ کنی، نخست بایستی بلد باشی که خودت جا بدی. رضا شاه وقتی خودش جا میده، وقتی که استعمار انگلیس و روس و اینا میبینن خطرناک نیستی، نباید خطرناکی دنشون بده ابتدا، میره جلو. بعد حتی مردم رو هم دیپلماسی همینه، دیپلماسی همینه، مردم هم نظرشون رو جلب بکنی. مردم خرن و موقع گل به سالشون میزنن، حسین حسین میکنن، فلان میکنن، میکنه. حالا اگرم دیپلماسی رضا شاه نبوده، خب در مقطعهای ابتدا و نخستی مثل حافظ که قرآن رو میره حفظ میکنه، بعد بعدنه که عصیانگر میشه، بعدنه که به همه چیز کافر میشه، بعد ذهنش میره بالاتر، عصیانگرتر میشه. رضا شاه هم همینطوره. حالا یا با دیپلماسی میره جلو، اینا رو میگه که نفوذ کنه، و یا اینکه کم کم دانشش میره بالا با مشاورینی که داره، دوستانی که داره، مطالعاتی که میکنه، بعد میفهمه استعمار کی شروع میکنه به زدن. میبینه ریشه استعمار تو ایران روحانیت ساخته و پرداخت بیگانه است. ریشه استعمار در ایران سید بازی است، تبعیض نژادی تو مملکت، با اینا مخالفت میکنه. همین خمینی باش، احمد، این هندیه، اصلا هندیه، یعنی مالا کشمیر هم با هندیه که یادتون نره، چون تحت استعمار مش کردن. الجزایر یکی بود با فرانسه، یه رو طرف الجزایری بود ولی فرانسوی بود، رفته بود اونجا، هویت همه چیز فرانسوی. اینا بسیارشون جورج و جیمز و الیزابت و اینها بودن اصلا. بعد میاد اسم ایرانی میگیره، اسم عربی میگیره، اسم مسلمانی میگیره، بتونه راحت‌تر کار کنه. انگلیس ها خیلی زرنگر، چون این وقتی میره پیش رئیسی زنش چادر و چاکچور چجور میپوشه و خودش چجور دست به سینه با میزه. چرا؟ چون این رئیسی نوه ملکه الیزابته. به یزدان سوگند شوخی نمی کنم، من لبنان بودم 40 خورده سال پیش، خود بی بی سی گفت، سنداش هم هست، خود بی بی سی گفت، گفت این ملکه ما تبارش به پیامبر اسلام محمد میخوره، سیده سادات. یعنی چی؟ فکر کنید رو اینها. حالا می که دست به سینه وای میسته سفیره، چون این آقازاده است، این سیده رو اصلا اونو ساختن انگلیسا، اجداد اینها اصلا تبار انگلیسی داشتن. علامه مجلسی با او عظمتش که دیگه ثابت کردیم بابا. خب حالا خدماتی که اینها انجام دادن در طول تاریخ، کی؟ خاندان پهلوی، دوتا شاه پهلوی. رضا شاه وقتی میفهمه که اینا آمدن انگلیس هستن، ترتیبشون میده. وقتی ترتیبشون میده،
همه سیده از این مخالفن. حالا سیده چه بنی صدر باشه، چه خامنه ای، چه فنان آیت الله توی عراق باشه، سید که از دکون اینا رو رضا شاه بسته مخالفشن. روحانیت رو دکونشون کشیده پایین، گفته کلا سرت کن، دکونشون رو بسته. توسعه و ترقی آورده توی مملکت، دکون استعمار رو بسته. خب اینا مخالفشن، اکثر اینا هم چپن. و چون چپ میدین روس و انگلیس با ما همیشه دشمن بودن، روس و انگلیس، و با هم متحد، روس و انگلیس با هم متحدن. به خاطر همین که از احزاب از کنفدراسیون بگیر تا حزب توده بگیر، تو این چهاک های پایین فدای مدایی، اینا همه این هم حزبی هن دیگه، تشکیلاتشون حزبی تشکیلاتیه. رئیس بالا که گفته اینو باید زد باشن. آقا از گرجستانت گرفته تا افغانستانت گرفته تا بحرین، اینا همه رو همین استعمار روس و انگلیس از ما گرفتن. که خب رضا شاه وقتی میاد با اینا مبارزه میکنه، وحدت به وجود میاره. اینا حالا خدمات رضا شاه رو شما ببینید. من و تو یک فیلم خیلی خوب داره در رابطه با رضا شاه، اینو حتما ببینید. آخرش لیست رو میاره.